قبل از اینکه من وارد جامعه بشم قبل از اینکه معنی کلمات رو یاد بگیرم در دوران نوزادی روابط من محدود میشه به خودم و اون کسی که از من پرستاری میکنه که احتمالاً مادر یا جانشین روانیشه و چند معدود آدمی که اطراف منن من هنوز مغز شناختی پیدا نکردم من با مغز هیجانیم و بیشتر بخش های تحت قشری و بدقشری مغزم دارم دنیا رو در درون خودم حس می کنم هنوز تحلیل و منطق و شناخت وجود نداره کم کم که بزرگتر میشم و وارد مرحله کلامی میشم میخوام بفهمم که من کیم حدود دو سالگی موضوع مهمی در ما شکل میگیره و اون جندر آیدنتیتی یعنی هویت یابی جنسیتی دخترم یا پسرم جنسیتم چیه کی هستم چقدر ارزشمندم چه کارایی میتونم انجام بدم چه کارایی نمیتونم انجام بدم آیا موجودی هستم که برای دیگران دوست داشتنی باشم یا نه موجودی مزمحل و باعث آسیب و زیادی و که اگر نبودم طلاق میگرفتن میرفتن و, و غیره و غیره و غیرم اینجاست که حالا شروع میکنم خود را در آینه دیگران دیدن و تو اون آینه برداشتی از خود در درون مغز ایجاد کردن که گاهی اوقات بسیار بسیار قوی محکم پایدار و اگر ناخوب باشه با ازمهلالی مهلالی پیش روند است به این معنا که یه بچه کوچولو میخواد بفهمه که کیه <applause> از کجا بفهمه کیه از اون جایی که کسانی که براش دگران مهمند و بقای او یعنی زنده موندنش و بقای عاطفی او یعنی نوازش گرفتنش در گروه نگاه اونهاست که غالبا میشه پدر و مادر، هلو. جانشین روانی اونها، مادر بزرگ، و بزرگ، بردر بزرگه و حتی معلمهای مهد کودک و غیره و همچنین همسن و سالها که با اونها در ارتباط عمیق عاطفی هم نگاه میکنم که از من چه تعریفی دارن، ارائه میدند. اینجا چیزی در درون من شکل میگیره به نام تصویر ذهنی یا خیشتن پنداره که میتونه خیلی خیلی پایدار و ثابت در درون من تا تو قبر ادامه پیدا کنه و چه برای تاثیر این... مهمی دارن اینجا والدین؟ خیلی زیاد اطرافیان تو این شکل دارن بله. تصویر خیلی زیاد دکتری که جراح زیبایی بود این موضوع رو مطرح میکنه و میگه من مریض هامو جراحی میکردم از نظر آناتومیک و زیبایی شناختی تنظیم میشد و نسبت های رایج زیبایی شناسی در صورت و بدن براشون ایجاد میشد و اونها بعد از مدتی برمیگشتن و میگفتن که نه اون چیزی که باید باشه نیست و گفت من فکر کردم نکنه که این افراد اون چیز رو که تو آینه میبینن اون چیزی که هست نیست بلکه اون چیزی هست که قبل از جراحی و در زمان بچگی در دهانشون تصور می‌کنه و اینجا بودش که تصویر ذهنی میاد و جایگاهی پیدا میکنه که واقعا اینه که آیا ما خودمون رو میبینیم یا تصوری که از خودمون حالا راجع به جسممون روانمون ارتباطاتمون هوشمون بهره عاطفیمون و چگونگی حضورمون میابیم رو داریم باهاش زندگی میکنیم که واقعا به این نتیجه میرسیم که خیلی از اوقات خیلی از اوقات ما تصویری که در زمان بچگی از خودمون ساختیم رو و شرایط ارزشمندی که با توجه به این تصویر بوده رو من خوبم اگر باهاش زندگی میکنیم جالبه بنابراین بعد نگاه بکنیم که تصویر ذهنی ما چه بوده از جنبه های مختلفش <applause> یه مثال میزنم برای اینکه موضوع یه خورده روشن بشه فرض میکنیم که مادری در درون خودش آزاری از حقارت رو تجربه کرد به این معنا که او در زمان بچگی چون بچه ای بوده که مدام شیطونی میکرده یا نمیخواستنش تحقیر میشده و بهش گفته میشده که تو دختر احمقی هستی و خوب نیستی و نمی‌دونم نالایقی و غیر حالا ایشون بزرگ شده ازدواج کرده و بچه دار شده روی این احساس ناخوب من خوب نیستم من احمقم من باعث درد سرم رو با القاب اجتماعیش پوشونده یعنی اینکه رفته و یه چند دکترا و نمیدونم شغل خوب و چی و چی و چی ولی همچنان در درون کودکش آزار حقارت رو داره هم میکنه تا از اینجا رد نشدیم منظورمون این نیست که هر کسی دکترا میگیره یا پیشرفت میکنه لزوم یه همچین چیزی داره رفته که روی اونو بخواد بپوشونه ممنون از ظرافت طبع شما که همیشگیست و پایدار من چه بکنم با این ظرافت آه، آه، دارم 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 کاملا درست داره هیچ وقت تو روانشناسی برعکس نمیتونیم بریم هیچ وقت یعنی این که من میگم اون میشه هیچ وقت برعکسش ممکنه مثال های از اون دست داشته باشیم ولی این تعمیم نمیشه داد به همه بله نه اصلا نمیشه تعمیم داد اصلا نمیشه وقتی ما رو به خطا میبره و بقیه میگن که از اون موقع که تو یه خورده با این مفاهیم آشنا شدی یه شدی یه آدم ایرادگیره از خود چیفته نمیدونم ناپسند و این خیلی غلطه این کار من خودم جارت نمیکنم این کار کنم مصاحبه بالینی نکنه یه چند جلسه حرف نزنی تا زنده میتونی هیچ تشخیصی بده حالا برگردیم به همین آره. دختری که بچه بوده آره شده. و حالا بزرگ شد و ازدواج کرد و اینا روی اون حس رو با یه سری القاب بله و افتخارات پوش بده. بله و مدام نگرانه که بچهش دختر خودش که حالا بچه دار شده تو جمع حرفی بزنه که آبروش بره چون او باید کامل باشه بی نقص باشه با یک جور بی نقص جویی و کمال طلبی که کاوریست پوششی زیبا بر روی این آزار حقارت و به ظاهر او که همه چیز کامل است مهم. که کسی هم نکنه بهش نزدیک شه ازش ایرادی بگیره داره میپوشونه روی این حقارت رو ولی چون کمال طلب است و بی نقص جو نگرانه که بچهش حرفی بزنه برای توی مهمونی ها حتی هنگامی که یه دوستی به خونه میاد یا حتی هنگامی که خودشون تو خونه تنهان بدون اینکه بدونه داره به اون بچه القا میکنه که dont be important مهم نباش و از اون ور میگه dont grow up یعنی بزرگ نباش بهش مهم نباش و بزرگ نباش میده به این شکل که تو لطفا حرف نزن به من وابسته باش از فیلتر دهان من گذر کنه همه چی من اول نظاره کنم چیزی که میخوای بگی درسته یا نه و کم کم بهش القا میکنه که تو خجالتی هستی مثلا میگه این بچه خجالتیه تو مهمونی میگن یه شعری بخونن خانم خانوما میگه آخه این یه خورده روش نمیشه میگن که برو با بچه ها بازی کن میگه پیش من نشسته خوبه جاش میگن آخه پیش بزرگا نشسته بره اون اتاق کارتون ببینه میگه همینجوری این یه خورده به من وابسته است داره این ویژگی رو به دختر خودش میده بدون اینکه بدونه برای اینکه بتونه امنیت حاصل کنه که نکنه دخترش ازش جداشه کاری بکنه که به خطا باشه یا اون بره ولی بله. داره برچسبی به او میزنه که توسط دختر کوچولو ممکنه که پذیرفته شه نمیگم قطعا چون خیلی بچه‌ها ما میخوریم یا بچه ها میخورن ولی لزوما نمیپذیرن ولی ممکنه که پذیرفته شه و اون در ذهنش این جای بگیره که من موجودی خجالتی کمرو و ناتوان برای ایجاد ارتباطن مبادا لب شکلاتی بشه بیاد و لباس خیلی زیباش و ظاهر از بین بره حالا موضوعی که اتفاق میفته اینه که این دختر بزرگ میشه و وارد دانشگاه میشه وارد روابط اجتماعی و شغلی میشه یا مثلا مهاجرت میکنه به هر حال وارد فضای بسیار بزرگتری میشه ولی اگر که وارد یک جمعی بشه و بهش بگن که تو چه دختر خوبی هستی یا بهش بگن که از ملاقات با تو خوشحالیم یا بهش بگن که دوست داریم باهات معاشرت کنیم به شدت مسترب میشه چون تصویر ذهنی که از خودش داره موجودیست است دوست نداشتنی ترد شده خجالتی و کنار گذاشتنی در حالی که ممکن پتانسیل ها و بالقوه های خیلی خوبی برای ایجاد ارتباط داشته باشه ولی تصویر ذهنی او و عمل کردی که ما معمولا بر اساس تصویر ذهنی از خودمون نشون میدیم یا خیشتن پنداره اسم دیگهش میشه خیشتن پنداره خیلی ضعیفتر از اون چیزیه که داره به خاطرش نوازش دریافت میکنه بنابراین نوازش ها ترد میشه نوازش ها رو نمیگیره و وقتی ما نوازش رو نمیگیریم زبان بدنمون گویاست میگه که دیگه به من نزدیک نشون از من فاصله بگی وقت افرادی که ما رو نوازش میکنن چند بار وارد رابطه میشن و نهایتاً کنار میکشن به اتفاقی که میفته احساس یس ناامیدی و گمگشتگی و غم و بنابراین تثبیت همون تصویر ذهنیه موضوع خطرناک اینه که اون تصویر ذهنی تثبیت میشه و می